دوستان و همراهان همیشه کانال روزن از MMA، درود بر شما. از بلگراد سربستان در خدمت شما عزیزان هستم. کشتی‌های قهرمانی جهان 2022 علی ارسلان یه چند وقتی برای کشور سربستان داره کشتی میگیره. از اونجایی که علی ارسلان حریفی احتمالی برای محمد رضا مختاری ما خواهد بود، گفتم که کشتیش رو با هم ببینه. البته 30 ثانیه‌اش رو از دست دادیم، تو 3 دقیقه دوم هستیم، 30 ثانیه وقت استفاده فرا میرسه و دو کشتی نزد مربیای خودشون میرن. علی ارسلان دلاور کشورمون که تابعیت کشور سربستان رو گرفته، به احتمال زیاد اگر بیاد بالا از اون هم دلاور کشورمون مختاری بیاد بالا، یه کشتی زیبا در مقابل هم دیگه خواهند داشت. احتمالا در نیمه نهایی به هم میخورند این دو کشتی. تا به اینجای کار هم ارسلان برنده میدان بوده، مختاری تو این بس تو دور اول استراحت داره. ببینیم ارسلان تا به اینجای کار چه میکنه. در مورد کشتی گیر از اوکراین، 3 دقیقه دوم رو هم پرقدرت شروع کرد، یک امتیاز دیگه گرفت. چه کشتی حالا 4-0 میشه. تن و بدن تراشیده و ورزیده ای داره علی ارسلان، مشخصه که توی این مدت کاملا کار کرده رو کشتی خودش. خب یک باید پیش میندازه، خاک میکنه، یه دو امتیاز یه دو تای دیگه بگیره، بله براندازش رو هم میزنه و تمام. کشتی گیره اوکراین رو میکنه ولی کار تمام هست، کار تمام هست. نه چه کشتی 8 بود، اگر دوتا رو بدن نتیجه کشتی 8 میشه. ببین اگر بارانداز دوم رو بدن کار تمام هست. نه بارانداز رو ندادن، بارانداز دوم رو امتیاز ندادن، اگر امتیاز میدادن 8-0 و کار تمام شده بود. خب بریم به ادامه کار. مطمئنن ارسلان به راحتی میتونه کشتیگی رو شکست بده. یک باید دستیر کت رو به جلو با گلدوری داره کشتیگیر اوکراین رو، ولی یه لحظه خالی کرد کشتیگیر اوکراین، هوشیار بود و خواهد شد علی ارسلان. یه لحظه میرفت که به کنه کنده کشی کنه ولی رو میکنه ارسلان، یه لحظه رو پل نگه داشت، شانس آورد کشتیگیر اوکراین، میرفت که ضربه بشه ولی تابوند خودشو. حالا داور سرپا میدینه چه کشتی 8-2. ارسلان داره آروم کشتی میگیره. کشتی اوکراین نای بلند شدن نداره، خسته است. ببینیم چه میکنه در ادامه کار. ارسلان و مختاری در لیگ با هم کشتی گرفتن، فکر میکنم که 7-9 توی کشتی جنجالی ارسلان تونست مختاری رو شکست بده. کشتی زیبایی با هم گرفتن. یک پایی دستیه که رو به جلو و اینجا بله رو پل میزنه و تموم میشه کار. چه کشتی 10-2 میشه. حالا درخواست چالنج میکنه مربی اوکراین، نمیدونم چه چالنجی ولی احتمالا اعتقاد داره که پارو قاطی کرده. یه لحظه بله درخواست چالنج میکنه. بله چلنج رو هم واگذار میکنم و علی ارسلان کشتی اولش رو برنده میشه. ببینیم میرسن تو نیمه نهایی به مختاری یا نه. بله و مورد تشویق هواداره سربستان قرار میگیره، هواداره که اونجا هم پرچم ایران رو دارن و یه سری ها پرچم سربستان رو. دوستان اجازه بدید من فقط یک لحظه اینو از زوم در بیارم، واقعا ببینیم ما چقدر فاصله داریم با تشک ها. اگر واقعا یک مقدار کیفیت ویدیوها کم هست به بزرگ برای خودتون ببخشید. دوستان تا کشتای بعدی بدرود.